دولت لبنان که در برابر یک جنبش بی‌سابقه قرار دارد تلاش میکند با اصلاحات عاجل کنترل امور مملکت را دوباره به دست آورد. اما این کار بسیار دشوار به نظر می رسد، زیرا تظاهر کنندگان علیه آنچه که آن را به نام طبقه سیاسی یاد می کنند بسیار خشمگین هستند. مصير النواب والوزراء ببلدنا لبنان الفاسدين منهم بكياس الزبالة بالكياس هون مصيرهم والسجن من بعد كياس الزبالة والسجن. برجع بعيد، نحن ضد التكسير بس نفهم انه اليوم لبنان عم بيعيش مرحلة كتير صعبة، واوقات وقت يكون الشعب عم بيسور بيكون عم بيولع من جوا، بس من بعد ما نولع بدنا نوصل احلى رسالة للعالم، مش بس للبنان، للعالم، انه لبنان اليوم موحد، لبنان بناء، بدنا الشوارع تليق فينا نحن. در حالی که در خیابان‌های لبنان از 5 روز به این سو سر و صدای سرودها و شعارها به گوش می‌رسد، خبر از آغاز شورای عالی وزیران با حضور نخست وزیر سعد حریری و رئیس جمهور میشل اون است. با گفته مطبوعات لبنان، هدف این شورای عالی وزیران دادن قول و قرار برای اجرای اصلاحات است که در طی سالیان گذشته باید صورت می‌گرفت، ولی به دلیل اختلافات سیاسی و مشاجرات ناشی از آن صورت نگرفتند. حکومت با این کار میخواهد یک نوع شوک ایجاد کند، ولی ظاهرا به دست آوردن قناعت تظاهر کنندگان با این اقدامات سخت است. انا بدعي لثلاث اشياء لازم تصير بهالبلد. اول شغله هي استقاله الحكومه، ثاني شغله حل مجلس النيابه، وثالث شغله اجراء انتخابات مبكره على قانون النسبة دائرة واحدة. نزل اليوم على المظاهرة ومبارح وقبل مبارح وبكره بدي انزل، لأنه بدي مستقبلي يكون بهالبلد وبدي أعيش كرامة بهالبلد. وهيدي الدولة مبارح عملت فيني هيك، كل يوم راجع نازل وحضل انزل لتسقط الحكومة هاي الفاسدة، والله يحيي الشعب اللبناني. مردم لبنان در این جنبش خواستار جایگزینی کامل طبقه سیاسی هستند که از زمان جنگ داخلی این کشور، یعنی بین سالهای 1975 تا 1990 تا امروز، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.